سلام به شما دوستای خوبم در دکتر سلامت، امیدوارم سالم و تندرست باشین. من پگاه هستم و در این ویدیو روش‌های مؤثر خانگی برای درمان ریزش مو رو بهتون معرفی میکنم. پس با من همراه باشین و همینطور یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله که کنار سابسکرایب از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. پوست سر 100 تا 150 هزار تار مو دارد که روزانه 50 تا 100 تار از آنها در مرحله استراحت مو می ریزند. البته جای نگرانی نیست، چون این ریزش مو طبیعی است و حتما هنگام دوش گرفتن و برس دادن مو شاهد آن بوده اید. مشکل زمانی آغاز می شود که موهای ریخته شده بیشتر از موهای رویش یافته باشد و فرد کاهش حجم موهایش را احساس کند. تمام کسانی که دچار ریزش مو هستند اغلب رنج زیادی میکشند که توأم با احساس ترس و همچنین از دست دادن اعتماد به نفس است. ریزش مو دلایل بسیاری چون کمکاری غده تیروئید، بارداری، کمبود مواد مغذی و عدم رعایت بهداشت دارد. در این ویدیو شما را با گزینه‌های طبیعی و خانگی برای جلوگیری از ریزش مو آشنا می‌کنم. گیاهی به نام گواوا. ویتامین B کمپلکس در برگ‌های گواوا می‌تواند از ریزش مو جلوگیری کرده و رشد آنها را بهبود ببخشد و به عنوان درمانی برای مو و پوست سر مورد استفاده قرار گیرد. حدود یک مشت از برگ‌های گواوا را در یک لیتر آب به مدت 20 دقیقه بجوشانید، سپس آن را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید در دمای اتاق خنک شود. این مخلوط را از صافی عبور دهید تا برگ‌ها از آب جدا شوند و با یک قاشق این کار را انجام دهید. با چای گواوا پوست سر خود را ماساژ دهید و آن را به موهای خود بمالید. این کار را از ریشه موها آغاز کرده و به سمت انتهای رشته‌های مو ادامه دهید. اجازه دهید به مدت 2 ساعت پوست سر و موهای شما به این ماده آغشته بماند و سپس سر را شستشو دهید. سرکه سی برای جلوگیری از ریزش مو مؤثر است و موها را نرم می کند. سرکه و آب را با نسبت 1:1 با هم ترکیب کنید و آن را در یک بطری اسپری بریزید و روی پوست سر و موها اسپری کنید. پوست سر آغشته به آب و سرکه را کمی ماساژ دهید و بعد از 5 دقیقه با یک شامپوی ملایم بشویید. اگر از بوی سرکه سیب خوشتان نمی آید، مقدار کمی روغن به آن اضافه کنید. برای اینکه از این روش بهترین نتیجه را بگیرید، حداقل 2 بار در هفته آن را امتحان کنید. آب پیاز. پیازی که در آشپزخانه دارید و اهمیت زیادی به آن نمی دهید، می تواند در کمک به موی سرتان معجزه کند. سولفور زیاد موجود در پیاز به بهبود گردش خون در فولیکول‌های مو کمک می کند. آب پیاز هم خاصیت ضد باکتری دارد که می تواند میکروب‌ها و انگل‌ها را از بین ببرد. آب پیاز را به پوست سر بمالید و بعد از 30 ثانیه با یک پاک کننده معمولی بشویید. جوشانده چای. برای جلوگیری از ریزش مو از جوشانده چای استفاده کنید. چای به دلیل داشتن انواع تانن در کنترل هر گونه عفونت روی پوست سر مؤثر است و رشد مو را تقویت می کند. 3 قاشق چای را در آب جوشی به اندازه 1 فنجان بجوشانید تا یک چای غلیظ دم بیاید. بعد از جدا کردن توفاله، 1 لیمو ترش تازه در چای بچکانید. آن را خوب هم بزنید و موهایتان را که قبلا با شامپو شسته اید با این چای غلیظ لیمویی شستشو دهید و بعد موهایتان را با آب بشویید. بعد از این کار از شامپو استفاده نکنید. جوشانده چای روش مؤثری برای جلوگیری از ریزش موهاست. دانه شنبلیله. دانه های شنبلیله سرشار از هورمون هایی است که به رشد مو و ترمیم فولیکول های مو کمک می کنند. همچنین این دانه ها حاوی اسید نیکوتینیک و پروتئین هستند که ساقه مو و رشد آن را تقویت می کنند. دانه های شنبلیله را 1 شب در آب خیس کنید و صبح روز بعد آنها را بکوبید تا خمیر 1 دست به دست آید. این خمیر را به پوست سر و موها بمالید. سرتان را با کلاه بپوشانید تا خمیر خشک نشود. و بین 30 دقیقه تا 1 ساعت بعد بدون استفاده از شامپو موهایتان را با آب فراوان بشویید. این پروسه درمان را حداقل 2 بار در هفته
و به مدت 1 ماه ادامه دهید تا نتایج مؤثر آن را ببینید. آب سیب زمینی. کمبود ویتامین ها و مواد معدنی می تواند سبب خشکی و شکرندگی موها شود و در نهایت این عوامل باعث ریزش مو می شوند. سیب زمینی روش خوبی برای جلوگیری از ریزش موها در این مورد است. سیب زمینی سرشار از ویتامین B6، ویتامین C، منگنز، فسفر، مس و نیاسین است که برای تقویت رشد موها مفید هستند. چند سیب زمینی تمیز را رنده کنید، سپس آب آن را جدا کنید و پوست سر و موهایتان را مستقیماً آغشته به آب سیب زمینی کنید. بعد از 30 دقیقه سرتان را با آب بشویید. اجازه ندهید این ماسک روی سرتان خشک شود. تقویت گردش خون در پوست سر با روغن رزماری. روغن رزماری از قدیم برای افزایش گردش خون در پوست سر استفاده شده است و نه تنها در جلوگیری از ریزش موها مؤثر است، بلکه رشد مو را هم تقویت می کند. با وجود این، هرگز این روغن را مستقیماً به پوست یا موهایتان نمالید. چند قطره از روغن رزماری را به یک روغن گیاهی مثل روغن زیتون اضافه کنید و پوست سر را با این ترکیب روغنی ماساژ دهید. این ماساژ به نحو مؤثری ریزش مو را متوقف خواهد کرد. افزودن بیوتین به رژیم غذایی. محققان دریافتند که بیوتین عنصر بسیار مهمی برای سلامتی موهاست. کمبود بیوتین می تواند سبب ریزش و نازک شدن مو شود. پس اگر از ریزش مو رنج می برید، غذاهایی را که منبع غنی بیوتین هستند در رژیم روزانه ایتان بگنجانید. گوشت، دانه های سویا، تخم مرغ، محصولات لبنی، آجیل، سبزیجاتی مثل کلم پیچ و کلم بروکلی و میوه هایی مثل آووکادو منابع غنی بیوتین هستند. این مواد غذایی را به رژیم خود اضافه کنید و ظرف چند هفته شاهد اثرات آن باشید. مصرف غذاهای سرشار از آهن. آهن عنصر مهمی برای موهاست. اگر دچار ریزش شدید مو هستید، کمبود آهن می تواند یک دلیل رایج آن باشد. آهن برای رشد مو ضروری است و در انجیر، توت‌ها، میوه‌های خشک، گوشت قرمز و گوشت مرغ به مقدار فراوانی وجود دارند. پس این غذاهای سرشار از آهن را به مقدار درست در رژیم غذایتان بگنجانید تا دچار کمخونی نشوید. همینطور می توانید برای دریافت نتیجه سریع بعد از مشورت با پزشک از مکمل‌های آهن هم استفاده کنید. ممنون از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو من رو همراهی کردین. فرارسیدن سال نو و عید نوروز رو پیشا پیش به شما تبریک میگم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.